حتی از گوشه ذهنمم عبور نمی کرد ازگور. این بار خیلی باور کرده بودم. از در می اومد داخل و بهش می گفتم چقدر دوستش دارم. بعد با اون چشای آبیش به همی گفت منم خیلی دوستت دارم عشقم. ازم معذرت خواهی می کرد، می گفت منو ببخش. منم دستشو می گرفتم و می بردمش جلوی مامانم. می گفتم لیلا سلطان، این دختر عشق منه و ازتون می خوام که همه اینو قبول کنن. اما نیومد. فکرشم نمی کردم اوی کوین آسین لجباز از آب در بیاد. مرد وقتی سنم اینقدر مطمئن حرف زد، من خیلی امیدوار شده بودم. یعنی چی شد که نیومد؟ چون دوستم نداشت، به خاطر این نیومد. با این که میدونست دوستش دارم و منتظرشم، ولی بازم نیومد. ببین، بازم نیومد. کی نیومد؟ شما به چی میخندین؟ نکنه به من میخندین؟ نه سنم، به تقدیر مزخرفمون میخندین. بشین و خوش بگذرون. مشخص شد دارین خودتون رو مشغول میکنین. دقیقا همینطوره. زود باشی که به سلامتی اون که نیمه. یه لحظه، کسایی هم که اصلا نیومدن یادمون نره. به سلامتی. کی نیومده ها؟ اویکو، میخواستی کی باشه؟ یه لحظه، مگه تو قرار نبود حلش کنی ها؟ راحت باش مرد، همه یه کارا با من، اونم خیلی تو رو دوست داره. پس چی شد؟ منم به خاطر اون اومدم که باهات صحبت کنم مرد. یه معذرت خواهی بده کن. چرا؟ چون راجع به اویکو تو رو امیدوار کردم، ولی منم نمیدونستم که اینطوری میشه. اگه منظورت عقد اون هنوز انجام نشده، یه هوی دیدی اصلا نشد. نه اون نیست. چی؟ من با اویکو حرف زدم. خب؟ چیزی نیست که خیلی برات خوشایند باشه. خیلی بین گفتن و نگفتن مرددم، ولی نخواستم این راز بین ما بمونه. فهمیدی؟ بگو دیگه. گفتم که دوستم نداره. الان دیدی؟ مرد، تو همینجا بشین. نمیتونم به هیچ کس بگم. حقیقت‌ها رو نمیتونم به هیچ کس بگم. حقیقت‌ها رو نمیتونم به هیچ کس بگم. مجبورم حتی واسه نزدیکترین کسامم نقش بازی کنم. نمیتونم با هیچ کس در این مورد حرف بزنم. با این که درونم داره گریه میکنه، به سمت یه ازدواجی که نمیخوام دارم حرکت میکنم. فقط به خاطر تو عشقم، فقط به خاطر تو، فقط به خاطر خوبی تو مجبورم این کارو انجام بدم. به خاطر این که تو خوب باشی، به خاطر این که کنار خانوادت باشی. ولی سخته مرد، خیلی سخته. انقدر دوست دارم محکوم به بی تو بودن شدم. خیلی سخته جواب بله رو به یکی دیگه بگم. خیلی سخته. من نمیخوام دروغای تو رو بشنوم. چرا نمیفهمی؟ حتما باید بیرونت کنم که بری. آسین ببین، دارم میگم حرفام خیلی مهمه. مزاحم آقا فهمی نمیشم. تنهایی حرف بزنی. بله آسین، ببین من به تو اینجا چه خبره؟ آهو خانم، راستش اومدم عیادت آقا فهمی، بعدم خواستم با آسین یکم حرف بزنم.
فکر نکنم این فکر خوبی باشه الا خانم. به نظر منم مامان جون فکر بدیه، حتی فکر خیلی بدیه. دخترم تو برو تو اتاقت. ببینم تو میخوای چی کار کنی. چرا هنوز زنگ نزده؟ نکنه مشکلی پیش اومده. باشه عزیزم، یکم آروم باش. ببین اطلاعات باید برن تا آرشیو، کلی کار داره عزیزم، طول میکشه، یکم دیگه میاد. دست خودم نیست دنیز، زندگیم به این تلفن وابسته است. وقتی اون اطلاعات به دستم برسه همه چیو میفهمم، دیگه چیزی نمونده. آدر زنگ میزنه. بله آقا مراد. آقا چنار سلام. با رئیس بیمارستان حرف زدم، منتظر خبرشم. خیلی زود به هر اطلاعاتی که میخوایم دسترسی پیدا میکنیم. واقعا ازت ممنونم، این خوبی تو هرگز فراموش نمیکنم. به امید دیدار، خداحافظ. با رئیس صحبت میکنم، اطلاعاتو به هم میده. اوه چنار، خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. این واسه شماست. خیلی خوشگلن، ولی نه به اندازه شما. الو جانم لیلا خانم، ببخشید که نتونستم یه مدت بهتون زنگ بزنم. این چه حرفیه، همین که شما خوب باشین کافی. میخواستم با شما راجع به یه چیزی صحبت کنم. البته لیلا خانم، اگه میخواین من فوراً میام. باشه میبینم اتون. باشه، به امید دیدار. مرد وایسا، پسر وایسا، وایسا داداشم، داری کجا میری؟ نمیدونم، اونجا داره نفسم بند میاد. حق داری داداشم، ولی آروم باش، بگیر بشین 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 داداش. آخه چطور میتونه همچین کاری کنه آزگار ها؟ چطور همه چیو انکار میکنه؟ چطور؟ ما همدیگر دوست داشتیم. نمیدونم داداشم، باور کن منم نمیدونم. چرا اینطور میشه آزگار؟ چرا ما چطور نمیتونیم خوشحال باشیم؟ مگه جز عاشق شدن چی کار کردیم آخه؟ کاش منم جوابشو میدونستم. نه تغییر یهویی اویکو نسبت به تو و نه نادیده گرفتن من توسط آسینو نمیدونم، ولی من یه چیزی رو میدونم. اگه عاشق بودن نمیرفته. همینقدر ساده سادش. عجب، یعنی واقعا دوستم نداشته؟ واقعا که فکر میکردم عشقمو توی دلم دفن میکنم، ولی به تو فکر نکردن خیلی سخته. دیگه احساساتم داره فوران میکنه، عشق، درد و ناامیدی ها. ولی بازم من با تو درد دل میکنم مرد، حتی اگه هیچ وقت نخونیم، همه ی حرفامو اینجا واسه تو مینویسم. خیلی دوست دارم. Thank you.
هم اینقدر. مرتضایکو کاملا قطع امید میکنه و تسلی رو تو بغل من میبینه. بهت گفتم که اومدم عیادت مریض. الانم واسه نفوس تو خانوادمون این بهونه رو پیدا کردی. آره الا تو واسه هیچ کس احترامی قائل نیستی. تو به خانوادمون و زندگیمون هیچ اهمیتی نمیدی. وقتی میای اینجا محترمانه رفتار کن. از مریضی بابا میخوای سوء استفاده کنی. آره الا چرا یه دفعه دیوونه میشی؟ البته حقم داری. خب داری این امارتو از دست میدی. این مزخرفات چیه که میگی؟ سلطنت تو تموم شد آهو. بهتره کم کم عادت کنی عزیزم. از اینجا برو گم شو بیرون. وگرنه چی؟ منم حس زده بودم. الان فقط بهت میگم که از یالچین دور بمون. متوجهم که میخوای چیکار کنی، ولی دیگه نمیتونی عزیزم. حتی باباتم نمیتونه نجاتت بده. از خونم برو گم شو بیرون. میرم، ولی قبلا یه چیزی رو بهت گفته بودم، یادته؟ من با شوهر و بچه‌م میام تو این خونه، پس فعلا باید از این عمارت لذت ببری. لعنتی. میدونم این همه جرأت و یالچین بهت داده، خدا لعنتش کنه. خوش اومدی بابا. ممنون اوز، واسم یه چیز گرم بیار. به خدا تا مغز و استخونم یخ زده. ای پسر، یه چایی بریز که این خونه خرگوش باشه. اتفاق بدی افتاده؟ مگه اتفاق خوبم میفته اوز؟ اون آدم ها در مورد من چیزی نپرسیدن؟ نیومدن، ولی اگه اومدنم نگران نباش، من حلش میکنم بابا جون. ممنونم اوز. بابا تو چیزی نمیگی، ولی اگه مشکلی داری به من بگو، در نتیجه ما خانواده ایم. نه دمت گرم اوز، حلش میکنم. خب چایی من کجاست؟ چرا چیزی واسم نمیاری؟ تازه دم کرده بابا جون، فوراً میاد. چایی بابام کجاست؟ های پسر ببین، تو محل خودمون به چه روزی افتادیم. به خودم موندم الان چی کار کنم؟ چه خاکی میتونم تو سرم بریزم؟ به هر دری میزنم بسته میشه. سلام آقای دکتر، من چنار کجابی هستم. بله، از شما یه خواهش کوچیک داشتم. بله، آقا مراد صحبت کردم. آقا مراد بهمون اسم بیمار و تاریخ بستری شدن رو گفتن. وقتی آرشیو رو گشتیم و پرونده ها رو پیدا کردیم بهتون خبر میدیم، باشه؟ البته هر طور که شما بخواید، ولی ممکنه که پرونده ها رو امروز بگیرم؟ البته تا نیم ساعت دیگه آماده است. خیلی ممنونم، کمک زیادی بهم کردید. به امید دیدار دکتر. گفت نیم ساعت دیگه پرونده آماده میشه. بریم با هم. باشه بریم. عشقم تو خوبی؟ نمیدونم دنیز، نیم ساعت دیگه همه چی مشخص میشه. شاید تمام چیزایی که تا امروز باور داشتم دروغ باشه. عزیزانم، خانواده، میدونم سخته، ولی باید حقیقت رو بفهمم. میترسم طاقت شنیدن حقیقت رو نداشته باشه. چنار، ما حتی اگه نخواهیم بشنویم و ببینیم، حقیقت همیشه همونجاست. مجبوریم قبولش کنی. میدونی مهمترینش چیه چنار؟ اینکه یاد بگیری با اون درد زندگی کنی. اینکه روی اون درد یه آینده خوب برای خودت بسازی. نتیجه هر چیزی هم که باشه، همین که شنیدیم با تمام درد و خوشحالی ها و ناراحتیاش، همشو باید با هم تجربه کنی. همشو با هم قسمت میکنی. باشه عزیزم؟ باشه. زود باش بریم. میریم.
لیلا خانم. خیلی خوش اومدین. ممنونم لیلا خانم. بفرمایید. خیلی سریع خودتون رسوندی. شما که زنگ زدین من بال در آوردم اومدم. ببخشید من یادم رفت که اینو بهتون بدم. دستتون درد نکنه، این مال منه. خب خواستم سورپرایز و ازتون تشکر کنم. خب چرا زحمت کشیدین؟ من اینو همینطور چون دلم خواست انجام دادم دیگه. البته توی جذابیت تنها موندن با شما باید فکر کرد. امیدوارم خوشتون بیاد. چقدر قشنگه، عالیه. به خدا تا به امروز اصلا همچین هدیه زیبایی نگرفته بودم. آبجی سوزان؟ مرت، خوش اومدی. خیلی ممنون، چی کار میکنی؟ کارای همیشگی امارت. بقیه کجان؟ لیلا خانم و آقا محمود توی حیات زمستونیان، بابا بزرگتم تو اتاقشه مثل همیشه. بازم این یارو. بگذاریم، خیلی ممنون. میخواید من کمکتون کنم؟ خیلی ممنون میشم. الان آقا محمودم اومده بین دردامون. باید دهنشو ببندی یالچین، وگرنه من میدونم هر دوتاتونو چجوری ساکت کنم. مامان چی شده؟ اون زن چرا اومده بود؟ منظورت کدوم زنه؟ منظورم کی میتونه باشه مامان؟ الا دیگه، چرا این زن افتاده دنبال من؟ همش زنگ میزنه که باید صحبت کنیم، باید همو ببینیم. الانم که بیچشم رو تو امارت اومده. چند بار بهت زنگ زد؟ اونم چندین بار. بیا این چه ببینم. مامان باشه، چه خبرته؟ چرا منو به زور میاری؟ خیلی خوب بشین ببینم. آسین دونه بدونه تعریف کن چی بهت گفت. آی هیچی، به هم زنگ زد، گفت باید همو ببینیم. منم گفتم نه و قطع کردم. بعدشم پایین گیر داد به هم که باید صحبت کنیم. هر چیزی بهت گفت باهاش حرف نزن، فهمیدی آسین؟ چرا؟ مامان چیزی هست که من نمیدونم. آخه تو چی داری میگی آسین؟ طوری حرف نزن که انگار ایلا رو نمیشناسی. اصلا بهش اعتماد ندارم، قبلنم بهت تهمت زده بود یادته؟ خب البته اون به خاطر چنار داره میسوزه. قبلنم میخواست چنار رو به دست بیاره ولی نتونست. نمیخوام باهاش حرف بزنی، فهمیدی بهت چی میگم؟ نگران نباش، منم دلم نمیخواد بشینم با اون ملاقات کنم. دختر باهوش من، من یه سر به بابا بزرگت بزنم باشه؟ باشه. تو چه حسابی باهاش داری مامان جون؟ سوزان خوش اومدین آقای یالچین. ممنون، آشپزخونه کلی بوی خوب میاد. برای آقا فهمی سوپ درست کردم. خانومم خواستن برای شما هم درست کنم آقا. خب گرسنه نیستم ولی به آب پرتقال تازه نمیشه هیچ وقت نگفت، اینطور نیست؟ فوراً درست میکنم. خیلی ممنونم. بنیه پدر قوی از آب در اومد ولی من کارمو به شانس نمیسپرم. میدونی که بابا جون کاری که شروع کردم و بالاخره تموم میکنم. بوی خیلی خوبی داره. خیلی ممنونم ولی نمیتونی منو با اون گول بزنی. بوی خیلی خوبی میاد، شب واسه ما یه سوپ درست میکنی دیگه. مگه میشه درست نکنم؟ همونطور که دوست دارین براتون آماده میکنم. من یه سر به بابام بزنم، تو بی زحمت آب پرتقالو بیار باشه؟ چشم آقا. ممنون.
زود باش، تعریف کن. زود باش، بگو دنیز دختر منه. زود باش، زود باش. این کار دیگه تمومه. دیگه هیچ کسی نمیفهمه که دنیز دختر منه. میخواستم خبر رو وقتی شما سالمین بگم و خوشحالتون کنم، ولی قسمت نشد دیگه. بهتون تبریک میگم، دارین بابا بزرگ میشین. یالچین منتظر بچه منه. نگو جلوی چشم من چه اتفاقاتی افتاده. فهمی، از هیچ کدوم خبر نداشتی. چنارم قدم قدم داره دور میشه. من چی کار کنم؟ بهترین و قوی ترین و بی حرکت ترین بابای خاورمیانه، به حال و روزت یه نگاهی بنداز ببینم چطوری. خوشحال شدم که خوبی. منم خوبم. البته تو الان نگران شرکتتی، نه؟ همه چی رو به راهه. به جای تو وارد جلسه ها میشم، به جای تو قرارداد امضا میکنم، همه یه کار رو تنهایی انجام میدم. تو هم اینجا بودی؟ آره، اومدم یه حالی از بابام بپرسم. سوزان بیا، میشه سوپو بذاری اینجا؟ باشه خانم. نوشه جونتون آقا. آقا یالچین اینم مال شما. خیلی ممنونم. نوشه جونتون. آهو، این ویتامین سی واسه بابا جون خیلی خوبه. معلومه واسه تو خبر خیلی خوبیه. اگه اجازه بدی میخوام به بابام قصاشو بدم. البته، بفرما. نوش جون بابا جون، گوشت بشه به جونت. چقدر قشنگه، این عالیه. به خدا تا به امروز همچین هدیه ای نگرفته بودم. حتما عشقی که میگن همینه. به خاطر عشقم به لیلا کار اصلیمو ول کردم. به خاطر عشقم به لیلا مست شدم، فراموش کردم. حالا دخترمو چجوری پیدا کنم؟ اگه آسی نیست پس کیه؟ من واقعیتو از کجا بفهمم؟ دخترتو برات آوردم دیگه، باهاش آشنا شدی. ببین، من خیلی خوب میدونم که این فقط یه نمایشه. دخترم الان توی امارته و تو اونو از من مخفی میکنی. نگران نباشه، دخترمو میگیرم میذارم جلوم و مثل مرد بهش میگم که باباشم. این چه مزخرفاتیه که میگی؟ دخترت توی امارت نیست. وقتی دروغا رو زدم تو صورتش انکار نکرد. خوبم میدونه که این دروغا رو باور نکردم. هر چقدر بپرسم بازم به حقیقتو نمیگه. کسافت. باید از یه نفر دیگه بفهمم، ولی از کی باید بفهمم؟ از کی؟ محمود، کلتو به کار بنداز. کی؟ البته. پس فهمی کجابی فلج شده. این خبر خوبیه. خبری از چنار نیست. باید یه خبری ازش بگیرم ببینم.
کی داره زنگ میزنه؟ تکین پشت خطه. به اندازه کافی ذهنم به هم ریخته است. الان همه چی رو خراب میکنه. به نظر من جواب بده. شاید یه کمکی به همون بکنه. چی میخوای؟ این که به هم باور کنی. دیگه میدونم که حقیقتها رو دیدی و فهمیدی. حتی تو اگه فهمی کجا بیان باشی و حقیقت رو پنهون کنی، بازم حقیقت مشخص میشه چنار. دیگه میتونیم بشینیم این آدم صحبت بکنیم با هم؟ هرگز. نگو که هنوز حرفای اون قاتل رو باور میکنی چنار. اون مرد و خونوادهش فقط قاتل نیستن، همزمان دزد بچم هستن. انگار کشتن مامان بابات کافی نبود که تو رو از ما دزدیدن. من سالهای سال میرفتم سر قبر خالی تو، به خاطر برادرزادم گریه میکردم چنار. تنها دلیل همه جنایت‌ها این فهمی عوضیه. این حقیقت رو باید بفهمی چنار. دیگه با فهمی کجابی نسبتی ندارم، درسته؟ ولی با تو هم نسبتی ندارم. فهمی کجابی فقط یه کار کرده، اونم این که از من در مقابل تو محافظت کرده. حقیقت هرچی هم که باشه، تو عموی من نیستی، نه امروز نه فردا نه هیچ وقت دیگه. دیگه هیچ وقت مزاحم من نشو، هیچ وقت. خدا لعنتت کنه. بعضی از حقیقت‌ها بیشتر از دروغ آدمو اذیت میکنه دنیز. اویکو، مامان اینا چیه؟ تمام بازارو خریدی؟ چی کار کنیم دخترم؟ مراسم داریم. زود باش اینا رو ببر تو یخچال بذار. من خیلی خسته شدم. راستی تو بازار سلما رو دیدم. احوال تو رو ازم پرسید. منم بهش گفتم. شاید تا چند دقیقه دیگه بیاد اینجا. آره خودشه. برو در رو باز کن. چقدر زود اومدی سلما جون؟ چون میخواستم از اویکو جون حساب پس بگیرم خاله جون. حرفای مامانت درسته؟ واقعا که اویکو، اگه همو نمیدیدیم چی؟ اون وقت چی میشد؟ نمیخواستی به هم خبر بدی؟ این عجله واسه چیه؟ انگار میخواد از آتش سوزی وسیله برداره. بگو دخترم بگو، منم ازش میپرسم اما هیچ جوابی نمیده. سلما، ما با هم بریم بیرون یه هوا میخوریم، باشه؟ میشه. باشه برین دخترم، هوای تازه واسهتون خوبه. میبینمتون خلاصه. میبینمت. برو با دوست درد و دل کن، شاید یه چیزایی هست که نمیتونی به من بگی دخترم. آه یادم رفت آرد بخرم. ای بابا یادم رفته خریدم. خدای من باورم نمیشه لعنتی. واقعا که سه روز مردی رو که نمیشناسه آورده وسط زندگیمون. منم رفتم گفتم اویکو رو دوست دارم و با هم مخالفت میکنه. آخه چرا؟ مرت واسه من فقط یه هیجان بود. الان دارم با اوز ازدواج میکنم. مرت دیگه واسه من تموم شده. فهمیدی؟ زنم؟ تو چی میگی ها؟ واسه اخ تاریخ تعیین کردیم، این جمعه عروسی میکنیم. تو اون موقع زن آینده محسوب میشه. هر چی میخوای به اون بگی رو میتونی به منم بگی. این درسته؟ قراره جمعه عقد کنی؟ همه چی به خاطر توه. این چه کاریه اویکو؟ با اوز ازدواج میکنی و به مرد فکر میکنی؟ خودتو گول نزن. نمیفهمم چرا هیچ کس اینو باور نمیکنه. من مرد رو دوست ندارم. مرد دیگه تو زندگی من نیست. مرد نیست، من دارم با اوز ازدواج میکنم. حالا که اینطوره پس چرا خوشحال نیستی اویکو؟ من خوشحالم، ولی چون شما فکر میکنین از رایق من نیست، فکر میکنین خوشحال نیستم. بعدشم اگه خوشحال نباشم چرا ازدواج کنم؟ دیوونم؟
به نظرم تو یه چیزی هست به من نمیگی. اویکو تو بی خودی یه هایی تصمیم ازدواج نمیگیری. سلما جون میشه موضوع رو ببندیم؟ آخه اومده بودیم هوا بخوریم. باشه. آی از بس حواس پرتم یادم رفت به دنیز خبر بدم، اما الان سر شلوغه نمیتونه جواب بده. الان واسش پیغام میفرستم. خدا کنه باز نیومده باشی. محمود. های سل، باید باهات حرف بزنم. رئیس بیمارستانه، حتما گزارش رو پیدا کرده. الو آقا چنار، ببینم شما را افتادی؟ بله ما تو راهیم، داریم میایم پیش شما. پس بگید نرسیدم. یعنی چی نفهمیدم؟ آقا چنار، یه وضعیت عجیب پیش اومده. گزارش هایی که میخواستین تو آرشیو ما نیست. چطور نیست؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ باور کنید ما هم تعجب کردیم. بازم بررسی کردیم نکنه قاطی شده باشه، ولی همچین چیزی نیست. همچین وضعیتی که پیش اومده برای بار اوله. نتونستیم بفهمیم از کجاست. متاسفانه نمیتونم بهتون کمکی بکنم. فهمیدم. باشه ممنونم. روز بخیر. گزارشات یه بیمارستان نیست. چطور؟ یعنی چی آخه؟ نمیدونم دنیز، ولی یه چیزو خیلی خوب میدونم که این قضیه عادی نیست. این که خیلی بد شد. خیلی. چی؟ چی شده دنیز؟ چیزی شده؟ مامانم پیام داده. اویکو روز جمعه ازدواج میکنه. اویکو ازدواج میکنه؟ چرا اینقدر سریع آخه؟ اون که چیزی به ما نگفت. نفهمیدم. بهتره برم صحبت کنم. حتی میخوای تو هم با من بیا چنار؟ باشه تو هم بیا. نه من برم با رئیس بیمارستان صحبت کنم. باید متوجه بشم که اصل این ماجرا چیه. پس منم با تو میام. عزیزم نگران نباش، من خوبم، چیزی نیست. بعدش هم تو برو پیش اویکو ببین چرا اینقدر زود داره ازدواج میکنه. مشکلشون چیه؟ بفهم به منم خبر بده. دوست دارم. این یادت نره. منم تو رو دوست دارم. خیلی هم دوست دارم. تو هم اینو یادت نره. میبینمت. میبینمت. این هم قاشق آخری بابا جون. دهنتونو باز کنی. آخ فهمی کجابی بزرگ، همون فهمی کجابی که وقتی دهن باز میکرد زمین میلرزید. اون فرزند خوندت و زنش که تاج سرشون کردی کجان؟ ها؟ ببینم بالا سرت که ما هستیم، پسر واقعی تو، زنش. یالچین دست از سر بابام بردار، برو بیرون لطفا. باشه. نوش جون بابا جون، نوش جون. یالچی راجع به چیزایی که شنیدم صحبت کنیم. بعد این همه سال از کجا پیدا شد؟ من با تو حرفی ندارم. داری
خیلی چیزا هست که باید در موردش با هم صحبت کنیم. ببین محمود، این رفتارای لاتیت منو نمیترسونه. تا دعوامون نشده از اینجا برو بیرون. آیسل، دختر من کجاست؟ من چه میدونم دختر تو کجاست؟ برو از آهو بپرس. خونوادته؟ آره، اینا دخترام. ببین الان شوهرم میاد. تو رو خدا اگه نمیخوای دعوا درست کنی از اینجا برو بیرون. آیسل، وقتی من رفتم زندان تو مجرد بودی مگه نه؟ چه میدونم، خیلی وقت گذشته. خب با کی ازدواج کردی؟ یه سال بعد از اینکه تو افتادی تو زندان. یعنی سال 2002 دیگه. آره. نه، آسین دختر شما نیست. چرا؟ آسین تک فرزند خانواده است. مطمئنی؟ آره، چون آسین 2 سال از من کوچیک‌تره، پس یعنی غیر ممکنه. محمود حالت خوبه؟ خوبم آیسل، خوبم. یه لحظه سرم گیج رفت. برو لیوان آب بیار واسم. باشه، الان میارم. مگه میشه درست باشه؟ یعنی دنیز دختر منه؟ مامان، آقا محمود، شما اینجا چی کار میکنی؟ دنیز خانم، چه سورپرایز خوبی. خب ای کاش منم میتونستم همینو بهتون بگم. مامان، تو آقا محمودو میشناسی؟ نه دخترم، ما تازه امروز با هم آشنا شدیم. آره آره، با آیسل خانم آشنا شدیم. ولی سیمای آشنایی دارن واقعا. انگار مدت طولانیه که همدیگر رو میشناسیم. همینطور نیست آیسل خانم؟ آره همینطوره. آقا محمود، من نپرسیدم کی آشنا شدین، پرسیدم اینجا توی این خونه چی کار میکنی؟ یه خیاط میخواستم، تو آسمونا دنبالش میگشتم ولی تو این خونه پیداش کردم. نفهمیدم. خب اینطور بگم که مگه من یه شرکت لباس و مد ندارم؟ همونی که شما سرزده اومدین بازدیدش دیگه. اونو میگم. شما هم آدرس مامانمو پیدا کردین و صله رحم برقرار کردین؟ نه نه، من اومدنم اینجا فقط به خاطر کار بود. یعنی خب میدونین که کار مردانه میکنیم، ولی خواستم امثال کار زنانه هم داشته باشیم. خب چون توی کار جدیدم قبلا با یه خانم خیاط کار نکرده بودم، بعد از لیلا خانم پرسیدم، ایشونم آیسل خانم رو به من معرفی کردن. دست لیلا خانم درد نکنه، چه کار خوبی کرده. یعنی برای همین اینجایی؟ خب آره دیگه، به غیر از اون چرا بیام اینجا؟ راستی این که آیسل خانم مادرتونه چه تصادف بزرگیه واقعا. ولی یه جورایی خیلی شبیه هم نیستین. حتما شبیه باباتونین دیگه. نه، معمولا میگن شبیه مامانم. آره بله، ببخشید اشتباه کردم. بله خب آیسل خانم جون، من دیگه باید با اجازتون برم، ولی تون باهاتون تماس میگیرم چون خیلی چیز هست که بعد ازتون یاد بگیرم. این چه حرفیه؟ شما خودتون خیلی عاقلین، فکر نکنم چیزی باشه که از من یاد بگیری. آره خب، ولی من حتی اگه شما زنگ نزنین بهتون یه زنگی میزنم. کارتم هم اینجا بود، بفرمایین. کارتم هم میذارم اینجا، شاید یه فکری چیزی به ذهنتون رسید از اینجا باز به من یه تماسی بگیرین دیگه. حتما. به نظرم بهتره زودتر برین، چون اصلا نمیخوام تو ترافیک گیر کنی. آره بله، راست میگین، واقعا راست میگین. خب دنیز خانم، آیسل خانم، من با اجازتون میرم دیگه، نیازی نیست که بدرقم کنین. واقعا مرسی، دستتون درد نکنه. خداحافظ. آی این چه آدم عجیبیه. آی من اصلا ازش خوشم نیومد. ها بگذریم، نذاش 2 کلمه باهات صحبت کنم، بیا بغلت کنم. چه کار خوبی کردی که اومدی؟ والا نگرانتون میشم مامان جون، خوبه که اینطور گاهی سر بزنم. انگار فراموش کردی من دخترتم.
آه واقعا که دنیز، مگه میشه من تو رو فراموش کنم؟ والا چه بدونم، مشغول عروسی اویکویی دنیز، کلن یادت رفته مامون جون. آه این چه حرفیه، خود اویکو عروسی نمیخواد، من خیلی بهش گفتم اما قبول نکرد. یعنی چی؟ من اومدم کمکت کنم. نه عزیزم، کاری نمونده دیگه، هرچی بود تمومش کردیم، منم میخواستم استراحت کنم. باشه پس منم مزاحم نمیشم. آی دخترم تو تازه اومدی، میشستی یکم با هم حرف میزدیم چایی میخوردیم. اشکالی نداره مامان جون، خیلی خسته به نظر میایی. هرچند نمیدونم اویکو خستت کرده یا مهمونه ناخوندت، نمیدونم. آی دیگه حرفشان از آن، حالم به هم میخوره. خیلی خوب باشه، هر جور که تو میخوای مامان جون، ولی من باید برم، تو استراحت کن. آی اما اینطوری ناراحت میشم. مامان جون مهم نیست، من بازم میام. پس برو به سلامت دخترم. میبینم ات مامان جون. وای کم مونده بود گیر بیفتم. وسط این همه درد سر محمود از کجا بود که پیدا شد؟ آیش